بس کنم دودای لعنتی، بس سر کنم روزای بعد از این. آزمایشگاه بیگ شکی، برو بریم. سیبیلو برو. رو ایرم آخه فورتان پامه، به دوگاناجی خودکار پامه، بیگ بیگا میشن خودکار کامل، هر شب یه تک پخش میشم مثل مختارنامه. میفهم میاد میسکال باز به تو میدیم داشته ای سایت فاز. حاجی خیلی سیلاباش تمیزه، در این حالی که داره کلماتی رو استفاده میکنه که خیلی به نظر راحت نمیاد که باهاش سیلابای خوشگلی بشه زد، قافیه های چفتی بشه زد. پانچم که معمولا اکثر لایناش داره، دمشون گرم، خیلی کارش بالا. من اولین جایی که ازش یعنی دیده بودم قبلا یه آهنگ ازش بود، فری استایل دیده بودم که خیلی امورد استفاده میکرد، یکم فرست ایمپرشن خیلی بهم نچسبید، اما اجرایی که تو اسم نداره داشت واقعا خفن بود، واقعا ترکون. دمشون گرم، بالاخره ما یه آرتیستی دیدیم از سمت بچه‌ها که واقعا خفنه. برو بریم ایول. خلافیا میشه توی جیب جاساس، حاجی آرت هم سم شده بیگ باب راست کار می‌ذاریم. البته که آرت باب راست خیلی سم نبود، خیلی هم معمولی و اینا بود، ولی میگیرم چی می باحاله. جیب جاساس، حاجی آرت هم سم شده بیگ باب راست کار می‌ذاریم. بم تو باندا داش موزیکا میدنم، هول تو چارت، حاجی رو کشا میشه پر تو کارتا، هم جنگی هم کس کلکم کوین فو پاندا. کوین فو پاندا چند تا قسمت هم باید من ندیدم، اون قسمت اول دومش بود دیدیم، یعنی من دیدم خیلی جنگی نبود ولی شانسی خوب بیجنگی کشا میشه پر تو کارتا، هم جنگی هم کس کلکم کوین فو پاندا. گوشتو میکنه رایم کاردی بت میپردازیم، تایم داشتیم مشهد آلویز تاگ. اینجوریه که بابا وخرم با... حالا اگه تایمی پیش اومد الان درازی به تو همه چیزی میگیم بابا، تو همچین حوصلتون هرم بابا، تایم پره آقا بیکش بیرون. کاردی بت میپردازیم، تایم داشتیم مشهد آلویز تاگ لایفیم چاپی بدخامه آر آی پی نمیتونی کن. کلماتو خیلی خوب میشکنه، این کارو هیچکس قدیما خیلی خوب انجام میداد، بعدها هم داشتیم که تک و توک تو ایران آرتیست ها انجام میدادن، ولی اینکه انقدر تمیز انجام بدن نداشتیم. خیلی تمیزه حاجی. تحریکم حاجی ماجیکم تو کارت کپ نیکم. ببین حالا اینجا که حاجی ماجیکم، مثلا تحریکم و تحریش هم میتونست یا ماجیک قافیه کنه دیگه، مثلا اینجوری که سکسی هم با اینکه ستیقه، مثلا تحریش هم که نه معنی نمیده، اینجوری که دختر حال میکنه با اینکه مثلا تحریش ندارم یا همچی حالتی، فهم کنم اینجا شما اینجوری بیشتر میدوستیدم، دوست میداشتیم، دوست بیشتر. بریم حاجی ماجیکم ماجی تو کارت کپ نیکم، تش میدم بگیریش دستت مثل هندیکم، ببین کنی تو کردت فیمس پول موزی. حاجی تا حالا به این یعنی ویژنشو دوست دارم، مثل هندیکمه گرفتن اون، یکم اصلا هندیکمه نازکتر. دیکا بت میده انرژی مثل ردبول، سود رو سود بیاد میره رد فیمس پول. موزیکا بت میده انرژی مثل ردبول، سود رو سود بیاد میره نیبرهود داش، آماده دوئلم ردد تو، نسختونو میدم تیز پیچ فلو ریتمیک میاد ورس تو بیسمین. شما بیسمین این ورس رو میزنی موهای من داره بلند میشه، اینجوری هم که خوشگل باشه میخوای مو رو بلند کنی، یه تایمی هست که بهاشه دیگه، بیریخته دیگه، طول میکشه، یعنی هر چیز روشن یه تاریکی داره. اما اینه بیسمین این ورسو میزنی عزیز، بذار نپذیرم جینیس. اتونو میدم تیز پیچ فلو ریتمیک میاد ورس تو بیسمین. شما رو میزنم نیش ریز داشت به چه پولکیه ولی خب فیش نیست، به سوزم زنده میشم شده بیگ فونیکس، تو شعراتون اندازه مشهد نیست پولیس، اگه به خالاتی پر کنی با بچ معلوم شب میریزیم خونت مثل ریمبو سیکس. چجوریه مشهد اوزای پولیس بازیشین؟ البته که آره دیگه، شهر مذهبی و یادم قدیما هم کنسرت مونسرت ها و اینا نمیذاشتن راحت، اذیت میکردن. علم الهدا هم که اونجا بود دیگه، هنوز نمیدونم اون امام جمعه اونجا واسه همچین چیزای. آره دیگه فکت دیگه، اونجا خلاف بودن خیلی سه. یه مسئله هم که از مشهد همیشه خیلی موزیسین خوب زیاد داشته، مخصوصا تو راک و متال و اینا، ولی یه کوچولو چند وقتی بود تو رپ جاشون خالی بود، نمیدیدیم خروجی جدید خوب ازشون و جذاب. کلا تو موزیک خیلی قویه، میگن آدم تو محدودیت ستاره میشه، شاید از این لحاظه که از محدودترین شهرهای ایران باشه که واقعا گیرن اذیت میکنن، ولی خیلی همیشه استعدادهای خوبی از اونجا اومده.
سویچ ششششا او یه پاس برای فرار از قوانین کپی رایت. ای میشه کیلابس بمیده ایسکاپس خرید میشه کیلابس دشمن میمیره بمیده ایسکاپس. پلیس میگه ایس چقدر تمیز بود سیلابش. این اون کاریه که بود سوریش هیچ کس میگفت که عجب کار تمیزی دیگه گوش پاک کن نگیری اینو زمزمه کن تو درگیری قشنگ همینه. آیا از چرک گوش خود رنج میبرید بیک شگی گوش کنید؟ چون خیلی از این آتشخاله که اصلا رو میشیره میبره. از اون آهنگاست که بعد از یه سری چیز که گوش میدیم مخصوصا برای ماهایی که مثلا کوکتل بیلبورد و اینا میخوایم نمره بدیم یه بیک شگی پلی کنیم بشوره ببره. میشه کیلابس بمیده ایسکاپس ایس زیاد دارم چاغال ولی کارم نیست شاپس دوره مچم جی شات سو بیگ میاد میگن جیزوس رو فیس بدخون میندازم سر خوبم میام مثلا جیزاس که جیزس دیگه ولی واسه اینکه اینو دراره چفش خوب عوض میکنه تلفظو به تلفظ یا گویش گویش فکر کنم کلمه درست تری تا بیگ میاد میگن جیزاس رو فیس بعد خون میندازم سه تا خط داش مثل دیداس رو گوشم ایرپاد طرفمون نشه پیدا شدی من نیو ویو بعد خون فیده بیگ هیرکات ازم میکنن اسکی بعد خون فیده بیگ هیرکات تو این که میگیرم نمیگیرم که چه جوری باید توضیح بدم فهم کنم جوری دیگه میشد گفته بشه ولی بنویسی تو کامنت برام کار یارو طلا میشه چین استیلاری اکتورای ده بی کرکات ازم میکنن اسکی کار یارو طلا میشه چین استیلاری اکتورای جوبا میزنن هد انگا اومدن فستیوال نمیکنه پیدا من ببین این حقیقتی که تو کاره یه رو طلا میشه استیلا این خودش خیلی تاثیر میذاره رو نظر مخاطب شنونده و اینا تا فاز ایرگوزی نمیده با آدم من چی میگم استیلا ریاکتورای جوبا میزنن هد انگا اومدن فستیوال نمیکنه پیدا مامورم لوکو برای مشهد من فرشاد خیلی وقت بود ندیده بودم دلم تنگ شده بود واسش بودم لوگو کوسابتو میگم پرنسس چون سیبیلاتو نبودم بکن یاد پانچه چیز افتادم میگه که انقدر ترنافین کلز میشن حسابتو میگم پرنسس چون سیبیلاتو نبودم بکن بی کاپتانه باز بادبانه قلم شادگانه کارم شدش گاد آمن دافا میخوام بوسه لبم فوت دستم کوزه داشت زوسه مشت با مولین پوسه داشت زوسه مشت باسم اولیمپوسه اولیمپوس گادوار بازی کرده باشیم میدونین دیگه خداها اونجا بودن و منطقه بود که مال اونا بود و شهر اولیمپوس و کینگ اونجا گاد اونجا همه چی اونجا زئوس اونجا فرمان روایی میکرد خدای خدایان زئوس دیدیم به بعد چشماتو نمیشیم چفاتو خیلی فلکس خوبیه ها مخصوصا برای شهرش ها میگه اینجا اولیمپو همه خداها تو مشهدن اما بنده زئوسم خدای خدایانم فلکس تمیزی بود اولیمپوسه دیدیم به بعد چشماتو نمیشیم چفاتو این یه سرقت بزرگ چاقات گرند تفتاتو پشماتو حاجی خیلی سیلاباش تمیزه دارم ارضا میشم عشق دارم میکنم عبس میدیم فر کپی میزنیم اسپرینتر این کونی ها رتا حرفه این استاد اسپرینتر حاجی استاد اسپرینتر که حالا رت حرفه ای بوده ولی رت نبود موش بود ولی رت نبود یعنی رت به اون معنایی که موش بازی در اتفاق خیلی عاقل و همه چی هم درست و طبق اون داستان اسمش یادم رفت سامورایی حالت آینطوری دارن خیلی تمیز بود یعنی اون مسئلهش همیشه رو شرف و فلان و اینها ولی خیلی تمیز گفت من از فنای لاکوشاین اینجا هم بی احترامی نکنید به استاد اسپرینتر که سگش میارزه حاجی به رت به هر نوع رت حرفه ای چون رت بود ولی رد نبود استاد خیابانی سر بی خودی مصرف و لست داشتنی اودی ماها پر اپیزودیم بیگ دابتر عدی اودی اما حله میاد هی بوگون مشهد سیفزون شد اتو ماسمو رو میکشم بیرون بیگ شلو کل داشت خونت حاجی یه ذره ولی دیگه خیلی خیلی تو مات شد یه ذره استراحت کنیم هی چیز میدونی هی تا ناموز پره کالچره بگیرم روت مثل آیفون 15 میپره آنتنه داشت فنجک وام کامتنه به چه دنبال نام بره فنا به میگن کار بده میام منوهو سائق چاقار بابا خیلی بابا فنازم دودو بیگ
شگیر شنیدیم، خیلی سیلابا و رایما و پانچش تمیز، رپ خیلی پیوری داره، استاندارد. من شنیدم بعضیا میگن اسکف فلانی بهمانی و اینا سبک اوناست، من ندیدم کسی هرچند شباهت هایی باشه و اینها که انقدر پیور و تمیز باشه. و اتفاقا اگر کسی هم هست که داشته این سبک کار میکرده این مدل، بعد خوشحال باشه که یکی اومده اینو ترکونده و نگاه ها رو آورده رو این داستان. میتونه واسه کار خودش هم خوب باشه، انقدرم تمیز داره انجام میده و من با اون داستان مخالفم کاملا، چون شنیدم چند تا بچه‌ها میگفتن مثلا فلانی هم اینجوری میزد، ولی من ندیدم ورس انقدر تمیز این مدلی این شکلی، انقدر سیلابا تمیز، انقدر کاتا تمیز بین کلمات و اینا نیده بودم واقعا. یعنی دیدیم تک و توکو، اینکه همش کارشون این باشه نه صفر تا صد. فقط یه چیزی به میخواد آدم وقتی توی چیزی خیلی خوبه بعد بره ببینه تو چه چیزای دیگه خوب نیست یا چه جوری نوآوری کنه دیگه. من از اون اجراش که حالا توضیح دادم که اول یه کار گوشه بودم ان ورد زیاد استفاده میکردم، اصلا همون 10 15 ثانیه اجازه نداد برام بقیهش گوش بدم، چون این حالت بود ان ورد نمیتونی بگی. ببین ان ورد اینجوری نیست که خط قرمز نگو، نمیتونی بگی، مخصوصا تو ایران نگیم خیلی بهتره. حالا من خودم با رفیقام اینو میگیم توی جمع دوره همه اینا فازشو داریم میگیم، یعنی او به هم اونجوری میگیم یا ما میدونی، چون چی اصلا عشقشو داریم دیگه، دیدیم باحال، مثلا عاشق ما این فرهنگیم که اصلا از این کار خوشمون میاد دیگه، رپ و حالا ویدیو تولید کردن راجب به اینو گوش دادن ترک ها همه این چیزا عشقشو داریم انجام میدیم، ولی دور خودمونه. یعنی ما اگه سه تایی چهار تایی مثلا تو دیسکورد اینجوری، ولی میریم بیرون تو کافه ایم که اینو نمیگیم، مثلا تو ویدیو میایم با هم لایو میاد یه ویدیو رسمی داریم میدیم که نمیگیم، چون نباید. و با اون نازش من گوش کنم، ولی خب اون فری استایل خیلی بمب بود، خیلی گولاخ بود. بعد از اونم رفتم گوش دادم و یه چیزی ذهنمو درگیر کرد، اونم اینه که با اینکه انقدر سیلابا اینا تمیزه، دلیل واسه این که بتونی کارو خیلی ریپیت خور بکنی در حدی که کار موندگار بشه، یعنی 7 ماه 8 ماه 9 ماه بشه گوش داد. من چیزی که به ذهنم رسید اینه که تو کانسپت های دیگه این مدل تکس نویسی رو بیاری، کلا ترک گنگ کم پیش میاد که خیلی موندگار بشه، خیلی کار عجیبی بعد باشه، هی مثلا هی بگی من اینجوری ام من اونجوری ام فلان اینا، کم پیش میاد خیلی بعد کار عجیب و عجوبه ای باشه، یا یه تایم خاصی بیاد که تعصبی باشی اصلا خیلی باحال بکنی خیلی فازشو بگیری. بنابراین فکر می‌کنم یه آهنگ ایموشنال ازش بشنویم که با این استایل داره قافیه و اینا میگه خیلی جذاب میشه. درسته که شاید هر وقت شگی آهنگ بده از الان، من دوست دارم برم ببینم الان چیو با چی چیز کرده، چون انقدرم تو همین دو سه تا ترکش پانچای مختلف و رفرنس‌های مختلف زده اینجوری که این آیا یه روزی کم میاره و این جذابه همین ادامه دار میکنه. اما اینکه کار موندگار بشه و بمونه مثلا 3 سال بتونی گوش بدی 4 سال بتونی گوش بدی و اینها، یعنی که حالا هر روز گوش بدی و 3 سال دیگه هم گوش بدی حال کنی یا مثلا تو پلی لیستت باشه، فکر می‌کنم موزیکای اینجوری و خیلی امضای خاص‌تری میتونه باشه که تو یو بیا ایموشنال اینجوری بدی یا موزیک اجتماعی اینجوری بدی، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و اون حالت یه ذره فانه هم که مثلا مغزت هم یهو میگیره او اینا گفت اینا خیلی حال میده. فکر می‌کنم ببرتش اونجوری دو سه تا کار اینجوری هم بده خیلی هم بیشتر از این میتره که پتانسیلش خیلی بالاست، هم اکتشو دوست داشتم هم مدل فیسش خیلی باحاله، همه اینا خیلی فیکسه. یعنی استعداد یعنی اینجوری، یعنی اوکی یه نفر میاد پتانسیل داره یه دونه دو تا آهنگ خوب میده، اونو من خیلی اینجوری نیستم که اوکی این خفنه، صرفا دو تا آهنگ خوب داده. چون شما برو ببین بدترین خواننده ها هم دو تا آهنگ خوب دارن، یعنی بی استعدادترین ها هم دو تا آهنگ خوب دارن. شما الان مثلا برو لیستی که این چند وقته خیلی ترند شده 50 تا رپر بد دنیا، بدترین رپرهای دنیا بی استعدادترین، ببین کیا توشن. لیلیاتی از 21 سوچ از خیلی دیگه هستن، ببین اینا چند تا ترک خوب دارن، ولی میدونی این ریختیه. استعداد این مدلیه که داداش، یعنی یارو پتانسیل داره، اینه که تمیز اصلا میرینی انگار 20 سال این کار است. واه این باحاله. دمش گرم، خیلی لذت بردم. من بیچگی رو از اسم نداره شناختم، پس دمشون گرم، حالا هر چی هست سر جاش، ولی دمشون گرم، همیشه باید حقیقت رو گفت. ایول لذت بردم، حال کردم و بریم ببینیم که دیگه چه خبره دیگه. همین، نظر شما چی بود بنویسید توی کامنت، امیدوارم لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون. به خاطر شما میگیم اینو دیگه، دوستش.